سلام گرم من به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، با این امید که خوب و سرحال هستید. من سیما بهاری هستم، همراه با همکارم آراد علیزاده برنامه گفتگوی امروز رو تقدیمتون میکنیم. هفته گذشته به مدت 3 روز کنگره حزب کمونیست کارگری 12 کنگره برگزار شد به صورت آنلاین. علاوه بر تعداد نمایندگانی که در این کنگره حضور داشتند، ما شاهد حضور مهمانان زیادی هم بودیم. اجازه بدید بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، همراه میشیم با مهمون برنامه‌مون اصغر کریمی که میتونم بگم تمام تدارکات پشت صحنه این کنگره رو بر عهده داشت. اجازه بدید از زبان خود ایشون بشنویم که چه مراحلی طی شد. سلام به شما اصغر کریمی، ممنون که دعوتم رو پذیرفتید برای این برنامه. خیلی ممنون، سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز برنامه. وقتی که از کنگره صحبت میکنیم، نه فقط خودمون توی حزب و نماینده ها و غیره میگیم که کنگره پرشور بود، بلکه با افراد دیگری هم که چه مهمون بودن چه ناظر بودن، دیدن کنگره رو از مدیای اجتماعی مختلف دیدن، میگن که کنگره بزرگ و پرشور بود. میخوام ارزیابی خودتون رو کوتاه و مختصر در ابتدای برنامه بشنوم. بله خیلی ممنون، ولی یک نکته رو من اول لازمه توضیح بدم. اشاره کردیم که تدارکات کنگره به عهده من بود. من بیشتر در واقع میتونم بگم سناریوی کنگره رو که چجوری برگزار بشه، چجوری سازماندهی بشه، چجوری در مورد پیام ها، نمیدونم مهمان ها، غیر و غیره که حالا توضیحش رو بعدا صحبت میکنیم، تو این زمینه در واقع اگر کاری کردم، نقشی داشتم، تو این زمینه بود. تدارکات و طبعا تعداد خیلی زیادی از اعضا و کادرهای حزب در واقع به پیش بردن. اینو خواستم اشاره کنم قبل از هر چیز. منتها در مورد خود این کنگره، به نظر منم کنگره بسیار پرشوری بود. در واقع جامعه پرشوری داریم و این کنگره پرشوری بود، چون حزب خیلی دخیل در جامعه، خیلی رابطه نزدیکی داره، خیلی تحلیل‌ها و تبییناش با تحولاتی که داره تو جامعه صورت میگیره انطباق داره. نه تنها آرزوها و امیدهای مردم و مطالبات بخشهای مختلف مردم رو به خوبی نمایندگی میکنه، بلکه این رابطه متقابل و نزدیکی که داره خودش کاملا در کنگره حزبم نشون میداد و این بسیار برجسته بود. و کلا از زاویه سازماندهی کنگره، از زاویه تعداد مهمانهایی که دعوت پذیرفته بودن یا حضور داشتن، از زاویه مباحث کنگره، از زاویه پیامهایی که به کنگره اومد یا کنگره پیامهایی داشت تا به بخشهای مختلف مردم، از هر نظر یک کنگره ویژه بود. به اضافه اینکه در واقع جامعه، چون از تلویزیون کانال جدید تمام این 3 روز از اولین لحظهش تا آخرین لحظهش پخش میشد مستقیم و از همینطور از طریق پلتفرم های مدیای اجتماعی داشت پخش میشد، خب خیلی ها در خارج و به خصوص در ایران کنگره رو بعضا سر تمام این 3 روز خبر دادیم که میخکوب شدن و کنگره رو دیدن و در طول کنگره پیامهایی میفرستادن و این رابطه متقابل خیلی هر لحظه در واقع خودشو نشون میداد و هر کس شاهد میدید کنگره رو شاهد بود که یه جریان کمونیستی خیلی روشن، خیلی زمینی، خیلی واقع‌بین که حرفاش و صحبت‌ها و قرارها و مصوبات و سخنرانی‌ها رو همه مردم می‌فهمیدن و با جون و دل احساس می‌کردن، چون از زندگیشون میگفت، از مبارزه‌شون میگفت، از آرمان‌هاشون میگفت، از تجاربشون میگفت، از محرومیت‌هاشون میگفت. به این معنا متوجه می‌شدن که یه جریان کمونیست قدرتمند، اجتماعی، انسانی، خیلی روشنبین در واقع داره کنگره‌شو برگزار می‌کنه و به نظر من از این نظر میشه گفت در کل اپوزیسیون راستش کنگره متفاوت و بسیار برجسته بود. اجازه بدین از همون ابتدای کار یه مقدار شروع بکنم. یکی از بخشای این کنگره معمولا اینه که چجوری کنگره یا هر جلسه ای رو چجوری باز میکنیم. رسم اینجوری بوده همیشه که لیدر حزب میومده یه سخنرانی میکرده. این کنگره متفاوت بود. متفاوت بود به این معنا که علاوه بر لیدر که بحث افتتاحیه رو میکنه، 4 نفر از چهره هایی که در مبارزات اجتماعی، در فعالیت های اجتماعی بسیار چهره هستند، شناخته شده هستند و در عرصه های مختلف اجتماعی دارن کار و فعالیت میکنن، سخنرانی میکردن.
هدفتون از این کار چی بود؟ اصلا چه جوری به این نتیجه رسیدین؟ بله، خب کنگره‌های قبل همیشه لیدر یعنی دبیر کمیته مرکزی و بعد رئیس هیئت اجرایی، رئیس دفتر سیاسی و همینطور رئیس سازمان جوانان سخنرانی میکردن و بعد طبعا همه مسئولین، 20-25 نفر از مسئولین میامدن گزارشات عرصه‌های فعالیت خودشون میدادن و بعد کلن نمایندگان اظهار نظر میکردن و وقتی هم در اختیار مهمانا قرار میگرفت طبعا. ولی علاوه بر این 4 سخنران در همون ابتدای برنامه بعد از سخنرانی حمید تقوایی لیدر حزب، 4 نفر از رفقای زن که اشاره کردین شما سخنرانی کوتاهی داشتن و در مورد مقابله با جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی، در عرصه حقوق زن، در عرصه جنبش کارگری، در عرصه جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی سخنرانی کوتاهی کردن. 4 نفری که در واقع دستشون کاملا تو کار تو این جنبش ها خبره شدن، مسلطن، کار کردن، واقعا فعالیت کردن، شناخته شده هستن. من فکر کردم اینجوری تصویر واقعی تری از حزب میده، حالا ترکیبی از جوان و میان سن و بزرگ، به اصطلاح مسن که کلمه جالبی نیست ولی به هر حال بزرگترها بودن و هم رفقای زنی بودن که اومدن شرکت کردن. حزب ما تو سالهای گذشته خیلی زنانه تر شد، زنانه بود تقریبا، خیلی از مسئولین و خیلی از کسانی که هدایت نهادها و کارزارهای حزب رو به پیش میبرن بیشترشون راستش در 15-13 سال گذشته لااقل زن بودن و در این حال خیلی جوانانه شده حزب و رفقای جوان نقش خیلی بیشتری دارن بازی میکنن. هر دو این خصوصیات با خیلی از جریانات اپوزیسیون که میبینیم به نظر من متفاوته و این یکی از جنبه های بسیار دلپذیر این حزب و در این حال نشون میده که با دو بخش مهم جامعه، زنا و جوانا، چقدر اهمیت داره تو این حزب، چقدر این برابری و این فرصت واسه هم فعالین زن کاملا وجود داره. هیچگونه نه تنها تبعیضی نیست بلکه کلا موقعیت خیلی ویژه حزب براشون قائله و هم اینکه به دلیل اینکه داره یه کمونیسم اجتماعی و دخیل در مسائل هست، غیر سنتی هست و خیلی مدرن و به معنا رنگی هست، خب توجه جوانان هم به خودش جلب کرده، از رنگین کمانی ها تا دانشجوها تا فعالین زن تا کلا نسل جوان، تا دانش آموزا رابطه دارن با این حزب. این حزب باشون کار کرده، تو اعتراضات و فعالیت هاشون بوده، فعالین حزب هستن، اعضا و کادره حزب هستن، اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب هستن. به این معنا خب این ترکیب خیلی تصویر واقعی تری از کنگره میداد و اظهار نظری که من بعد از کنگره چند جا شنیدم این بود که گفتن یکی از جالبی های این کنگره همین نقطه بود که چقدر نسل جوان تو در واقع کنگره حضور داشتن و در این حال فعالین زن چه نقش برجسته‌ای تو کنگره ایفا میکردن. کاملا حزب این معنا خود شروع برنامه لازم بود این مهر در واقع تو کنگره بخوره که حزبی زنانه، حزبی جوانانه رو ما داریم نمایندگی میکنیم. بله، خب من میخوام اینجا یه ذره مکث کنم رو همین قسمت، شروع این کنگره و اون سناریویی که شما ارائه دادین. 4 تا زن که توی فعالیت ها بسیار برجسته هستن، اجتماعا کار میکنن و همطور که قبلا هم گفتم چهره های شناخته شده ای هستن اینا. خب چجوری این ایده رو شما مطرح کردین؟ چجوری به نتیجه رسیدین که بله انجام بدین این کار رو؟ بله، خب این ایده تو هیئت اجرایی حزب که تصمیمات روز و خیلی از مسائل رو طبعا هیئت اجرایی حزب در واقع اون ماشین حزبی رو داره هدایت میکنه تر کردم و به نظرم چون واقع بینانه بود همه رفقا پذیرفتن، تو دفتر سیاسی هم مطرح شد، اونجا هم با استقبال مواجه شد و به همین سادگی ترکیبی هم که در نظر گرفته بودم به نظر من چون واقع بینانه بود بحثی روش نبود و همین تصویب شد و همین هم اجرا شد. بله، و اما خب بیایم یه ذره پله جلوتر بیایم برسیم به هیئت رئیسه. باز معمولا اینجوریه که توی کنگره هایی که حضوری انجام میشه کسانی دست بلند میکنن، خودشونو کاندید میکنن. توی این مورد به چه صورت پیش رفت؟ خب اینو چون دیدیم کلا خود هیئت رئیسه رو کنگره بخواد انتخاب بکنه تو حین برگزاری کنگره وقت زیادی گرفته میشه و مهمونا و مردمی که تو ایران و خارج دارن کنگره نگاه میکنن، حالا نمیخواد یک ساعت منتظر بمونن رای گیری بشه، کاندید بگیریم و بعد انتخابات اعلام بشه.
قبل از کنگره چون آنلاین بود دیگه، کاندید گرفتیم، از همه پرسیدیم، از همه نماینده ها طبعا سوال شد که چه کسانی میخوان کاندید بشن. یه تعداد کاندید شدن، 12 نفر انتخاب شدن و اول کنگره اعلام شد و کنگره طبعا باید رسمیت این رو تایید میکرد و تو همون اول کنگره بعد از در واقع این سخنرانی های کوتاه مطرح شد و کنگره مشکلی نداشت تصویب کرد و همینطور در کنارش پروسه انتخاب نمایندگان که 148 نماینده انتخاب شده بودن و کنگره تایید کرد، آیین‌نامه خیلی سریع فکر کنم در عرض 2 دقیقه آیین‌نامه تصویب شد. یعنی این مخلفات در واقع کنگره و این جنبه های غیر محتوایی به یک معنا خیلی راحت و بدون دردسر و اینا مطرح شد، حل و فصل شد. یعنی جمع این کارا چند دقیقه بیشتر طول نکشید و کنگره بلافاصله وارد سخنرانی های دیگه و گزارشات و بحث حول قرارها و قطعنامه ها شد و اینم در واقع نشون دهنده اون اتحاد عمیقیه که تو صفوف حزب وجود داره، تجربه عمیقیه که به پاخوردی که تو این حزب وجود داره، اتوریته هایی که بالاخره تو این حزب هستن و موقعی که مسائلی مطرح میکنن راحتتر کارا پیش میره. میخوام بگم اینجور فنی نیست این مسائل و ناشی از یک به اصطلاح وضعیت خیلی جالب درونی این حزب که یه اتحاد بسیار محکمی تو صفوف حزب وجود داره و این همه کارا رو تسهیل میکنه. بله. خب این هیئت رئیسه که خودشون رو کاندید کردن و انتخابات انجام شد، معیاری هست برای اینکه چه کسانی میتونن خودشون رو کاندید کنن؟ فقط نماینده، کلا کنگره نمایندگان حزبه، یعنی اعضا قبلش نماینده هاییو کاندید میشن تو هر کشور، یا چون داخل امکان نمایندگی شدن نداشتن اونا میتونستن شرکت کنن یا پیشنهادها قرارهاشون رو بفرستن و این کارو کرده بودن، ولی و یا ناظر کنگره باشن، ولی چون به لحاظ امنیتی نمیتونستن کاندید بشن تو خارج کشورهای مختلف واحدهای مختلف یه تعداد کاندید میشدن و از اعضای حزب هر کس میخواست و رأیگیری صورت میگرفت و هر کی رأی بیشتری میآورد نماینده میشد. یعنی توی پروسه خیلی دموکراتیک اعضا نمایندگان خودشون انتخاب کردن، 148 نماینده انتخاب شد و این 148 نماینده همه در واقع تصمیمات و اینا رو نمایندگان باید میگرفتن، قرار رو اونا باید رأی میدادن، تایید صلاحیت نمایندگان خود اونا باید اوکی میدادن و هیئت رئیسه فقط از اونا میتونست باشه، ولی به عنوان مثال انتخاب کمیته مرکزی دیگه فقط شامل اونا نمیشد، هر کادر حزب هر جایی بود تو کنگره شرکت کرده بود یا نکرده بود میتونست کاندید بشه و کاندید کمیته مرکزی بشه و انتخابات صورت بگیره، ولی تصمیمات کنگره، مصوبات کنگره رو فقط نماینده های اعضا میتونستن به اصطلاح رأی بدن و تصویب کنن و رأی دادن به کسانی هم کاندید میشدن، حالا چه جزء نماینده بودن یا نبودن، این 148 نماینده که بیشترشون حاضر بودن تو طول جلسات اونا رأی میدادن. میخوام بگم همه چیز رو نمایندگان اعضا تصمیم میگرفتن، نمایندگان اعضا تعداد اعضای کمیته مرکزی رو انتخاب تعیین کردن که گفتن 61 نفر باشه و همون نمایندگان رأی دادن به اعضای کمیته مرکزی و نهایتاً 62 نفر انتخاب شدن، چون 2 نفر آخر رأیشون مساوی بود 62 نفر به عضویت کمیته مرکزی حزب در اومدن و این پروسه هر 2 سال یک دفعه در واقع تکرار میشه و بعد همه چیزهای دیگه حزبم انتخابیه، دفتر سیاسی رو خود کنگره چیز اعضای کمیته مرکزی انتخاب میکنن که 27 نفر انتخاب کردن، دفتر سیاسی بعدن کسانی کاندید هیئت اجرایی میشن و دفتر سیاسی رأی میده و اونا رو انتخاب میکنه، رئیس دفتر سیاسی، رئیس کمیته مرکزی یا در واقع دبیر یا لیدر حزب و رئیس هیئت اجرایی رو هم بعدن توی پروسه انتخابات صورت میگیره. یعنی بعد از انتخاب کمیته مرکزی انتخاب لیدر دبیر کمیته مرکزی رو داریم، انتخابات دفتر سیاسی و بعد انتخاب رئیسش رو داریم و بعد انتخاب هیئت اجرایی و انتخاب رئیسش رو داریم، یعنی چندین مرحله انتخابات داریم که تا امروز تعدادش انجام شده، یکی دو مورد دیگه هم هنوز مونده. بله. خب خیلی مثبت ما شنیدیم، همونطور که اول برنامه هم گفتم، چه در داخل حزب چه در خارج کسانی که دیده بودن و شاهد بودن یا مهمان بودن، ولی خب نقد هایی هم بود به خصوص در رابطه با هیئت رئیسه. شما خودتون نقد چیزی شنیدین؟
بله خب تو خود حزبم جلسات معمولا ارزیابی گرفته میشه، جلسه معمولا هم تو هیئت اجرایی حزب هم تو جلسه با اعضا و کادر حزب برگزار شد و همه اظهار نظر کردن، ارزیابی کردن، از نقش مثبت کنگره گفتن، در این حال ایرادات رو مطرح کردن، بعضا هم واقعی بود. ولی من یه چیز بگم، کلا خب 12 نفر هیئت رئیسه و کار سنگینی داشتن از این نظر که این کنگره مثل کنگره‌های دیگه 3 تا قرار و 4 تا قطعنامه و 5 تا سخنرانی نبود، یک مجموعه متنوعی از پیامایی که از داخل می اومد در فاصله 1 ساعت 2 ساعت یه تعدادش خونده می شد. 7 تا پیام کنگره داشت به مردم که هر به فاصله های مختلف اینا خونده می شد. تعداد زیادی احزاب 8 یا 9 سازمان و نهاد سیاسی شرکت کرده بودن، باید توی فرصت های صحبت می کردن. به نماینده ها فرصت داده می شد، به مهمون های وقتی باید فرصت داده می شد. این مجموعه خب این وقتا به اصطلاح کار خیلی فشرده ای داشتن و دقت زیادی می خواست و تعداد زیاد تا صبح 2 نفر بودن تا از 2 نفر دیگه. این جابجایی ها مجموعا خب باعث می شد بعضا لحظاتی اون اصطلاح تسلط کافی نباشه، ولی مجموعا به نظر سازماندهی کنگره اجراش یکی از نقطه قوت های اتفاق کنگره بود و خیلی ها که از بیرون مهمان بودن و برای اولین بار توی میتینگ های حزبی در واقع شرکت کردن میگفتن فوق العاده حرفه‌ای سازماندهی کرده بودیم کنگره رو. یعنی اگر منصفانه برخورد کنیم علی رغم این ضعف ها، خیلی کنگره به نظر من سازماندهیش قوی بود، چون کاملا از قبل سناریو نوشته شده بود، دقیقه به دقیقه کنگره از قبل سناریوش نوشته شده بود و همین هم اجرا شد و به نظر من نقطه مثبت زیادی داشت این سازماندهی. ولی خب طبعا ضعف ها و عدم تسلط هایی هم جاهایی دیده می شد، ولی سایه ننداخت رو کنگره. بله، البته منم چیزی که شنیدم همینه که بعضا آدم ناهماهنگی های کمی میدید توی هیئت رئیسه که خیلی برجسته نبود. یه نکته رو که میخوام اینجا بگم، هم من هم شما بارها توی کنگره های مختلف حضوری شرکت کردیم و وقتی که مثلا هیئت رئیسه میره پشت اون میز میشینه میتونن با همدیگه کنتاکت داشته باشن، دیالوگ بکنن. خب این نه. اتفاق نمیتونست توی این کنگره آنلاین بیفته. این مانعی ایجاد نکرد؟ این اتفاقی ایجاد نکرد؟ ما تو 2-3 سال گذشته 2-3 تجربه دیگه هم داشتیم. این اولین کنگره بود که آنلاین برگزار میشد و هیئت رئیسه کنار هم نبودن که با هم مشورت کنن، که خیلی ساده مسائل رو سریع حل و فصل میکردن، بلکه هر کس تو خونه خودش نشسته بود الان. و ولی در این حال 2-3 تا نشست کمیته مرکزی رو تو این دوره کرونا ما به شکل آنلاین گرفته بودیم و یه تجربه این کار رو داشتیم، ولی دشوارتر بود و به خاطر همین هم بعضی ناهمانگی ها پیش اومد. ولی همینجور گفتم در این حال چون کار روشن بود به نظر مجموعاً هیئت رئیسه خوب جلو برد و مدیریت خوبی کرد. بله، خب یکی از نکاتی که اولا اینو اجازه بدین سوال کنم، 148 نفر گفتین نماینده، چه تعدادی مهمان حضور داشتن به علاوه این 148 تا؟ این از کنگره سوم حزب، یعنی درست 21 سال قبل کنگره حزب، یعنی بعد از کنگره اول و دوم، کنگره سوم به پیشنهاد اون موقع دبیر کمیته مرکزی منصور حکمت که بنیانگذار حزب من بود یادش بخیر، کنگره های ما علنی شد و در ادامه بحث شفافیت و اینکه جامعه باید یه تصویر خیلی روشنی داشته باشه علنی شد، به این معنا که همه کنگره اون موقع امکانات اینترنت اجازه نمیداد که همزمان، یا تلویزیون نداشتیم که همزمان پخش بشه، ولی مباحثش پخش میشد و در این حال از همه رسانه ها، احزاب اپوزیسیون راست یا چپ، شخصیت های راست یا چپ، لیبرال غیر لیبرال، همه اینا به کنگره، در واقع حدود 70 نفر از اینا به کنگره 60-70 نفر دعوت شده بودن و تو کنگره های بعدی هم همچون. تو این کنگره چون آنلاین بود امکان مشارکت خیلی بیشتری از مهمانان بود و در این حال همزمان از تلویزیون و مدیای اجتماعی پخش می شد و خب خیلی شفافتر و علنیتر بود به این معنا. ولی پیشنهادی که شد این بود که خب هر تعداد انسانای شریفی رو که میشناسیم، یا آدمای اپوزیسیون رو میشناسیم، فعالین اپوزیسیون میشناسیم، اونایی که برخورد خصومت آمیزی در واقع راستن یا چپ یا میانه، ولی برخورد نزدیکی دوستانه‌ای با حزب دارن، میشناسن، بعضا تو کانال جدید ازشون دعوت شده تو میز گردها و مصاحبه ها با نظرات متفاوت طبعا راست و چپ شرکت کردن و دیدن اخلاق و رفتار این حزب چجوریه، دیدن چجوری این حزب توانایی این رو داره که
خیلی اجتماعی برخورد میکنه، محترمانه برخورد میکنه علی رغم اختلاف، و فکر کنم خب خیلی رو ظرفیت وجود داره که دعوت کنیم. در نتیجه ما 800 نفر رو لیست تهیه کردیم که کار نسبتاً دشواری هم بود، چون باید تک تک آدرس هاشون پیدا میکردیم و بعداً آیدی حزب رو بهش آیدی خودشون رو میگرفتیم که کنگره ادمین ها بتونن اونا رو بشناسن و دعوت کنن، و یه کار مجموعاً حدود 30 نفر، بیش از 30 نفر تو این زمینه دخالت کردن، لیست دادن، بعداً دعوت کردن خودشون یا از طرف دفتر مرکزی دعوت شدن مهمانان، و یه پروسه دشواری بود و یه تجربه بسیار جالبی بود. و از این 800 نفر 350 نفر دعوت رو پذیرفتن. من دقیق نمیدونم، سختم از نظر فنی تو طول جلسه تمرکزم رو چیزای دیگه بشه بشماری که چند تاشون شرکت کردن، ولی خیلیشون شرکت کردن، بعضن نتونسته بودن شرکت کنن پیام دادن، بعضن مشکلات فنی براشون پیش اومد گفتن ما از طریق تلویزیون یا از طریق یوتیوب دنبال میکنیم. به هر حال میخوام بگم تقریبا 350 نفر فکر کنم بخش اعظمشون بالاخره یه جور حضور داشتن، حالا یا تو اتاق اصلی کنگره و یا از طریق یوتیوب و تلویزیون و اینا داشتن کنگره رو میدیدن. خب طبعا انتظار نداشتیم که 3 تا جمع کنگره 20 ساعت یا 21 ساعت کنگره بود، خیلی فشرده بود، انتظار نداشتیم مهمانات تو تمام لحظات این کنگره حضور داشته باشن، ولی خیلیشون ساعات مختلفی حضور داشتن، بعضن که خب پیامی داشتن، مواقع حضور داشتن پیامشون دادن و جریانات بودن کاملا از موضع دیگه، ولی دوستانه میگفتن به اصطلاح تاثیرات مثبت حزب تو جامعه میگفتن، تو خارج میگفتن، یا میگفتن اعلام همکاری میکردن یه جورایی، و کلا یه تصویر به نظر من یه حزب بسیار مسئولی که تو این 30-40 سال جامعه دیده، رفتارش رو دیده، پرنسیپاش رو دیده، فعالیتاش رو دیده، نحوه برخورد اجتماعیش رو دیده، غیر فرقه ای بودن و غیر سکت بودن و اینا رو دیده، خب اعتماد خیلی ها بهش جلب میشه به عنوان یه حزب مسئول اپوزیسیون، و به نظرم یکی از نقطه قوتهای کنگره بود دعوت از مهمان ها و پذیرفتن دعوت از طرف اونا، و میدونستیم خب همه اینا نمیپذیرن، ولی من انتظار نداشتم 350 نفرم بپذیرن، فکر میکنم شاید تعداد کمتری بپذیرن. ولی یه نکته هم بگم، رفقای ما که باید دعوت میکردن خیلیشون اینقدر روزمره درگیر کارهای دیگه بودن که از ظرفیتشون به خوبی استفاده نکردن. ما میتونستیم 1500 نفر رو به راحتی دعوت کنیم و مثلا 700 نفر دعوت رو بپذیرن و کنگره بسیار بزرگتری میداشتیم، ولی واقعا فرصت نشد. خیلی از فعالین حزب نفوذ خیلی زیادی دارن، نفوذ قابل توجهی دارن، خیلی شون میتونن واقعا 200 نفر رو دعوت کنن، 300 نفر رو بعضن دعوت کنن، یعنی همچین موقعیت‌های خیلی از کادرهای حزب این موقعیت‌ها رو دارن، ولی به دلیل اینکه اینقدر سرشون شلوغ بود روزهای قبل از کنگره، فعالیت‌های مختلفی که لازم سلام بحث کنم، این باعث شد که نتونیم از همین ظرفیت استفاده کنیم، ولی این تجربه شد و ما این دیتابیس یا این لیست رو در واقع تکمیل میکنیم، باشون سعی میکنیم روابطمون رو تو فعالیت‌های سیاسی ادامه بدیم باشون. بله. خب داریم میرسیم به پایان برنامه، فکر میکنم یک دقیقه و نیم بیشتر فرصت نداشته باشیم، شاید هم مثلا یک دقیقه وقت داشته باشیم. شما گفتید که یک کنگره پرشور و یک جامعه پرشور، من میخوام ببینم انعکاس این پرشوری جامعه تو کنگره آیا با حضور نمایندگانی از ایران پاسخ داده شد؟ آیا پیام ها بودن؟ چی بود؟ خب نکات مهمی مونده، برحال مجبورم تو این کوتاه، کاش اگه فرصت بشه دو سه دقیقه بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم. ببینین، یه اولا خیلی از ایران اس نوشته بودن و تو کنگره حضور داشتن و خیلی ها دست جمعی پای تلویزیون بودن، تلویزیون رو میدیدن و اون موقع پیام میفرستدن که داریم تلویزیون رو میبینیم، یا فلانجا مشکل فنی پیدا کردیم نتونستیم تو کلاب هاوس یا تو بالاخره خود اتاق اصلی کنگره حضور داشته باشیم، راهنمایی میشدن و خیلی ها داشتن برنامه رو میدیدن، قطعنامه‌ای داده بودن موقعی که قرارایی داده بودن، موقعی که تصویب میشد خیلی احساساتشون نشون میدادن، چون احساس میکردن چجوری تو کنگره یک حزب کمونیستی دخیل هستن، آرزو میکردن که کاش این کنگره در تهران یا یکی از شهرهای ایران برگزار شد که امیدوارم به زودی برگزار بشه تا بتونن از نزدیک مردم شاهد به سر حضور داشته باشن، نماینده بفرستن و خیلی وسیع‌تر منعکس بشه. و همینطور پیام‌های زیادی که از جنبه‌های سناریوی کنگره اتفاقا این بود که پیام‌ها معمولا کنگره قبل پیام‌های میومد محدودترم بود،
و اینا در خود طول کنگره فشرده از اون پیام‌ها قرائت می‌شد. این دفعه تصمیم سناریویی که من پیشنهاد کردم این بود که خب این پیام‌ها از قبل بیاد و از قبل منعکس بشه، منتشر بشه، مشوق دیگرون باشه و این فضای لازم رو ایجاد کنیم، نه اینکه صرفا یکی دو تا مصاحبه و تا بریم کنگره بعداً اسنادش رو منتشر کنیم. یعنی در طول یک ماه و نیم، دو ماه قبل از کنگره با جامعه داشت میفهمید که کنگره قرار برگزار بشه، یه حزب کمونیستی قرار کنگره برگزار کنه، از داخل دارن پیام بهش میدن، از کارگران فولاد تا کارگران نفت تا کارگران هفت تپه تا کارگران معدن و پتروشیمی و ساختمانی و لوله کار، لوله کش و فلزکار و غیره و غیره پیام دادن، دست جمعی پیام های 15 نفر 20 نفره دادن و همینطور پزشک و پرستار و درجه دار ارتش و جوان همجنسگرا و نمیدونم جوان گیتاریست و مادر دادخواه و جوان دانشجو و غیره و غیره داشتن مرتب پیام میدادن که در طول کنگره هم ادامه داشت، بعدش هم ادامه داشت. مثلا یکی از جنبه‌هایی بود که کنگره رو به خیابان وصل میکرد و خیابان رو و جنبش‌های اجتماعی رو به حزب وصل میکرد. این به دلیل اینکه حزب جنبش‌های اجتماعی بها داده، اهمیت داده، همه این جنبش‌ها، جنبش‌های اعتراضی حق طلبانه رو حمایت کرده، ساپورت کرده، توش دخالت کرده، کادر و فعالینش تو داخل کار میدانی کردن و به همین دلیل این رابطه باعث شد که پیام بیاد و اینم از همه ظرفیت ما استفاده که این پیام ها میتونست چندین برابر باشه و طبعا فرصت نشد فشرده از همون پیام هم تو کنگره خونده بشه، بخشش خونده شد، ولی به نظرم یکی از جنبه های بسیار قوی و پرشور کنگره که نشون میداد حزب تو جامعه چه موقعیت اجتماعی داره، چه نفوذی تو جنبش به ویژه جنبش کارگری و تو نسل جوان داره و این به نظر من خیلی از ناباورها حزب رو باور کردن. به نظر من این اتفاقی بود که افتاد، موقعیت حزب تو جامعه بسیار تغییر کرد. به نظر من این کنگره حاصل پیشروی قبلی حزب بود و به سهم خودش در پیشروی بعدی حزب تاثیرگذار هست. تقاضاهای عضویت بعد از این کنگره به طور محسوسی داره زیاد میشه و فکر میکنم خیلی ها، هزاران هزار نفر قاعدتا ما باید دستمون رو باز کنیم، آغوشمون رو باز کنیم. الان حزب بیشتر شناختن، اعتماد بیشتر هست تا بتونن در کرور کرور واقعا عضو این حزب بشن و صفوف این حزب رو در هر شهر و محله و کارخونه و دانشگاه و مدرسه در واقع جمع ها و واحدهای حزب رو بسازن و حزب رو نمایندگی کنن که این حزب میتونه واقعا ما کل جامعه رو به هم ببافه، متحد کنه و یک پارچه در مقابل جمهوری اسلامی و برای یک آینده انسانی و بهتر قرار بده. خیلی متشکر از شما اصغر کریمی. حتما امیدوارم توی برنامه های دیگه و توی برنامه های متعدد دیگه یک کانال جدید در مورد کنگره و ابعاد اون، چه به لحاظ چنین سناریویی که شما راجبش صحبت کردید، چه به لحاظ ارزیابی از بخشای سیاسی اون، پیام‌ها، حضور مردم، بتونیم باز هم بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم. به هر حال متشکرم از شما. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتن. خسته نباشید. خیلی ممنونم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با اصغر کریمی در رابطه با اینکه پشت صحنه کنگره 12 حزب کمونیست کارگری چی گذشت. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم آراد علیزاده برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو می‌کنیم. سربلند باشید.